سلام بچه‌ها، حال احوالتون چطوره؟ خوبید؟ خوشید؟ بچه‌ها من امروز اومدم باغ موزه نگارستان. اینجا پر از قشنگی و جذابیته. اگه میخواید این قشنگی‌ها رو با من ببینید تا آخر این ویدیو همراه من باشید. باغ موزه نگارستان در دوره قاجاری بنا شده. این باغ روزگاران خیلی عجیب خودش دیده و شاهد وقایع تاریخی خیلی عجیب و مهمی بوده. شاید باورش براتون سخت باشه که دقیقاً در وسط شلوغی‌ها و آلودگی‌های پایتخت ایران باغی خیلی باصفا وجود داشته باشه که از جاذبه‌های شهر تهران باشه. شاید براتون عجیب باشه، اما این باغ قاجاری توی قلب شهر تهران و توی میدون بهارستانی که بچه یک آرامش خیلی عجیبی داره و حسابی میتونید با بودن توی این باغ از فضای قشنگ اینجا لذت ببرید و آرامش خیلی زیادی که اینجا هست و با تمام وجود حس کنید. فتحعلی‌شاه که یکی از پادشاهان دوره قاجار بوده دستور داد تا باغای خیلی بزرگ و باشکوهی توی تهران درست کنن که یکی از این باغها باغ موزه نگارستانه. در واقع این باغ بزرگترین و مهمترین باغیه که در دوران حکومت فتحعلی‌شاه ساخته شد. فتحعلی‌شاه دستور داد تا کاخش بیرون از حصار طهماسبی و خارج از شهر تهران بسازن. هدف از ساخت این باغ بنا کردن اقامتگاهی تابستونی برای شاه بود. در زمانی که باغ ساخته شد وسعت خیلی زیادی داشت، اما حوادث سیاسی که تون مکان اتفاق افتاد و تغییر کاربریایی که رخ داد باعث شد که رفته رفته از وسعت این باغ زیبا کم بشه. اومدم طبقه دوم. اینجا خیلی چیه، هنرهای زیبا خیلی اینجا زیاده، ولی یه نفر نیست توضیح بده برام. هیچ کس تو این طبقه نیست. بچه این کاره قشنگ رو میبینه، اینه همه کاره آقای توکل اسماعیلیه. حالا توکل اسماعیلی کی بوده؟ یک هنرمند خدا مخته بوده که کار خودش رو با مستخدمی دوی کارگاه مجسم سازی دانشگاه هنرهای زیبای دانشگاه تهران شروع میکنه و از اساتیدی نظیر آقای پرویز تناولی و ویکتور دارش کارهای زیادی رو یاد میگیره و میتونه مجسمه های از گل و فلز و مفتول آهنی با جوشکاری درست کنه. ببینی کارش چقدر قشنگه؟ تو کارهای توکل اسماعیلی فرهنگ زادبومش و اسطوره‌های ایرانی به چشم میخوره و خلاقیت و خیال پردازی هم توی تندیساش قشنگ خودنمایی میکنه. از کارهای خیلی جالب و جذابش میتونیم به مجسمه رستم و دیو سفید که توی ورزشگاه آزادی هم نصب شده اشاره کنیم. کلا خیلی کارهای خاص و جذاب داره. اینم هنر آقای کامیز صبریه.
بچه‌ها یه گوشه از این باغ خوشگل نشستم، برای خودم ریلکس کردم، دارم چایی میخورم و یه سری هم چیزای تنقلاتی، ولی اینقدر حس خوب داره این باغ، قشنگ پر از آرامشه. بچه قسمت های مختلف کاخو که میبینید، میبینید که نقاشی از فتلیشه و درباریانشه که به خاطر همین به این کاخ نگارستان میگن. کلی قسمت های مختلف داره، تالار مختلف داره، مثل تالار سلام، تالار دلگوشا، تالار قلمدان، چندین هم حوزخونه داره، ولی خب متاسفانه مثل که بیشتر وقتا تعطیله این قسمت ها. طرح توسعه شهری تو زمان ناصرالدین شاه قاجار و به وجود اومدن حصار جدید ناصری باعث شد تا باغ‌نگارستان بخشی از شهر تهران به حساب بیاد. همین موضوع اهمیت سیاسی اونو کمرنگ کرد و باغ در اختیار مؤسسات فرهنگی مختلفی قرار گرفت. زمانی که مظفرالدین شاه به پادشاهی میرسه، تصمیم میگیره به تبعیت از اروپایی‌ها مدرسه افتتاح کنه. به همین دلیل باغ‌نگارستان به سرپرستی نقاش معروف یعنی کمال‌الملک تبدیل به یه مدرسه میشه. اما عمر این مدرسه هم خیلی کوتاه بوده و اعتماد الدوله قرقزلو وزیر فرهنگ ایران تو سال 1307 این باغو تبدیل به دارالمعلمین میکنه، دارالمعلمین عالی، و اینجا ورودی خود موزه کمال‌الملک که پر از نقاشی‌های زیباست. حالا میریم داخل با هم دیگه میبینیم. فقط اینجا بگم که از این موزه نمیتونم فیلم بگیرم، عکس‌ها رو کنار هم میذارم و براتون کامل توضیح میدم. بچه اینجا گنجینه ای از استاد محسن مقدم، یه سری از آثار ایشون، وسایلاشونه که اینجا قرار داره. نمیدونم یادتون هست که رفتیم خونه‌شون، دیدیم خونه محسن و سلما که خیلی دوست داشتید، خیلی جذاب بود. الان یه سری از وسایل ایشون تو این اتاق قرار داره که انتقال دادم به موزه نگارستان، و اینجا تو همین اتاق هم پیشنهاد شده که حتما برید خانه مقدم رو ببینید، خانه محسن مقدم رو ببینید که آثار بسیار زیبایی تو خونه ایشون قرار داره و واقعا جذاب بود. و اینجا بیوگرافی همسرشون سلما رو میبینید که بلغارستانی بودن و سالهای مختلف به کشورهای مختلف سفر کردن و در نهایت هم با آقای مقدم ازدواج میکنن و تو این امارت زیبا با هم در کنار هم با خوشی زندگی میکنن. حالا این قسمت های مختلف دیگه از این موزه کمال‌الملک نقاشی هستش، طرح‌ها و نقاشی از افراد مختلف. این اتاق هم مجموعه نقره مهندس غلامعلی معلوله که ایشون مدت ها بودش که مسئول فرهنگی دانشگاه تهران پیشنهاد میدادن که مجموعه قلمزنی استاد معلولو که شامل 125 تا اثره توی باغ موزه نگارستان بذارن، ولی خب شرایطش فراهم نمیشد، چند بار پیشنهاد دادن، چند بار رد شد، ولی توی سال 1397 مجددا از طرف مسئولین فرهنگی باغ موزه نگارستان این تقاضا تکرار شد. بعد دیگه قبول کردن که این کار انجام بشه، اومدن 125 تا قطعه قلمزنی نقره اصفهان که به حدود 80 کیلوگرم بود و طی 45 سال به تدریج از داخل ایران و کشورهای خارجی خریداری و جمع‌آوری شده بود، به دانشگاه تهران وقف شد تا توی دو تا سالن که به مساحت 90 متر مربع بود قرار بدن و دیگران بیان از این کارهای زیبا و جذاب دیدن کنن. و انقدر این کارا قشنگه، انقدر خیلی با ظرافت کار شده، آدم لذت میبره. من مطمئنم قبل از اینکه این آثار اینجا باشه جاش کاملا اینجا خالی بود. تالار محمود روح الامینی که داخل ساختمان کمال‌الملک قرار داره امکان ورود نداره. سقفش خیلی جذابه، مثل سفینه های فضایی که تو آسمون مجسمش میکردن. کاسایی که تماما نقاشی و آینه کاری شده اینجا قرار داره. این تالار به نام محمود روح الامینی پدر علم مردم شناسی که اهل کوهبنان کرمان بودن نامگذاری شده. چقدر دوست داشتم میتونستم برم داخل و این اتاق رو ببینم، از نزدیک لمسش کنم، ولی خب ورودیشو بسته بودم، ولی خیلی جالبه. توی سالن موزه پر از نقاشی‌های جالب و جذاب از افراد مختلف بود.
بچه اینجا موزه فرش مهندس غلامعلی معلولی که اون وقت کارای نقرهشون رو دیدیم و ایشون از اونجایی که علاقه خیلی زیادی به هنر داشته شروع به جمع‌آوری فرشای خیلی نایاب و کمیاب میکنه، فرشایی که هر کدوم داستانهای خیلی جذابی دارن و این فرشا رو گالری فرشا رو که جمع‌آوری میکنه بعد میاد به موزه، بعد از مدتی به موزه فرش ایران تقدیم میکنه و بعدها که اینجا قرار میگه توی باغ موزه نگارستان. مهندس معلول طی سالیان دراز آثار ارزشمند هنرهای ایرانی با قیمتهای خیلی گرون خریداری میکنه. تو سال 1389 ابتدا 28 قطعه تخته قالی نفیس از گالری فرش خودش به موزه ملی فرش اهدا میکنه و بعدم در سال 97 13 تخته فرش دیگر رو به این موزه میبخشه تا تمامی مردم ایران بتونه از این کارهای زیبا دیدن کنن و اینکه و الان این کارام اینجا انتقال داده شده. دست دادن به این فرشام ممنونه. تالار زنده یاد علی اصفرجانی یکی از تالارهای امارت مرکزی باغ نگارستانه که با نمایش 15 اثر از آثار مینیاتور و معرق سوخت چرب این هنرمند افتتاح میشه و به صورت دائمی تو این اینجا قرار داره، تو این تالار قرار داره که مردم بتونن کار ایشون رو ببینن. این تابلوها بیشتر با الهام از مضامین شاهنامه با سازی طرح‌های صفوی و زندگی برخی از انبیا تصویر سازی شده و از تمامشون هم از تکنیک معرق سوخت استفاده شده. این نقاشی زیبا هم کار آقای علی کریمیه که ستایش نام داره. بچه بهتون گفتم مجموعه فرشای مهندس غلامعلی معلول توی دوتا سالونه که اون سالن قبلی دیدیم و بقیه فرشا هم توی این سالن دوم با طرح‌های خیلی قشنگ و زیبا قرار داره. مجموعه آثار زیبای جهانگیر ارجمند، این مجموعه از مجسمه های مینیاتور توسط خود هنرمند در سال 1391 به باغ موزه اهدا شده. جهانگیر ارجمند مجسمه ساز خدا مخته تلاش کرد تاریخ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی این سرزمین رو توی تندیس‌های خود جاودانه کنه. این استاد مجسمه ساز که همه آثارشو از یونولید، یه ماده بی‌ارزشی که به جرات میتونیم بگیم که هیچ مجسمه ساز دیگه برای ساخت مجسمه‌هاش از اون استفاده نمی‌کنه، ازش استفاده می‌کنه و چنان با ظرافت این تندیس‌های کوچیکو از بزرگان تاریخ ایران و مردم کوچه بازار خلق می‌کنه که هر بیننده‌ای رو واقعا عاشق خودش می‌کنه. خیلی کارشون بچه زیبا و قشنگه، یعنی انقدر هنرمندانه میبینید خودتون چقدر قشنگ کارا درست کردن. بکنید از یونولیت هم استفاده کردن فقط برای درست کردن این کارا. ایشون از کودکی به نقاشی به خصوص برای طراحی چهره و اینا خیلی علاقه داشته و همیشه هم چهره دوستان، معلمان و آشنایان خودشون رو میکشیده. بعد از 44 سالگی بدون اینکه هیچ استادی داشته باشه شروع به مجسمه سازی میکنه. ابزار کارشون فقط یه تیغ ریش تراشی بوده. بچه ایشون انقدر هنرمند بوده که حتی میگن توی 91 سالگی هم چنان با مهارت و استادی از دل یونولیت به وسیله تیغ ریش تراشی تندیسای زیبا درست میکرده که واقعا همه انگوش به دهن میمونن، انقدر کاراشون عالی بوده خیره میشدن. روش کار استاد ارجمند هم اینجوری بود که اول با تیغ ریش تراشی از دل یونولیت حجم کلی رو بیرون می آورده، حجم کلی کار رو بیرون می آورده، بعدا با همون تیغ به ساخت جزئیات مثل چشم و لب و دهن می پرداخته. بعد از پرداختنم به وسیله سنباده‌های نرم روی صورت رو با توجه به رنگ چهره جوراب زنونه نازک می چسبونده و در نهایت صورت هم گیری می کرده. خیلی کارشون بچه قشنگه. رنگگذاری روی چهره، به وجود اومدن ابرو، مو، ریش و سیبیل هم به وسیله پشم گوسفند خودرنگ و در مواردی هم موی انسان انجام می شده.
دوخت و دوز لباس و کفش و کلاه همگی هم با دقت فراوون و در انتخاب جنس و رنگ و پارچه خیلی دقت میکردم و در نهایت با دست اونا رو میدوختم. خیلی بامزه است. فقط شما نگاه کنید ببینید چقدر این تابلو جذابه. آدم دوست داره جزئیاتشون تک تکشون نگاه کنید ببینید چقدر با هنرمندی این تابلو ساخته شده و چقدر حرف تو این تابلو هستش. هر چقدر از زوایای مختلف نگاه میکنم سی نمیشه از دیدن این تابلو. و اینجا میبینید مشاغل مختلف و قصاب و نمیدونم دستفروش و بنا و خیاط و نمیدونم پادشاه اینا رو ببینید چقدر با جزئیات قشنگ درست کردن ایشون. نوازنده ها وای اصلا نمیدونید سازاشون انقدر قشنگ درست کردن. واقعا پیشنهاد میکنم حتما این موزه کمال ملک رو بیاید ببینید. قدم به قدمش پر از هنر، پر از زیبایی. مثلا اینجا تابلوهای نقاشی خود هنر کمال ملک و شاگرداشه که تو قسمت‌های مختلف قرار داده شده. مجسمه‌هایی که میبینید همه کارها انقدر با ظرافت و زیبایی ساخته شده آدم لذت میبره. یکی دیگه از اتاقا متعلق به مجموعه ملک و شعرهای بهار می باشه که این آثار رو فرزند ایشون به این مکان اهدا کردن. دست نوشته ها، عکس ها، کتاب ها و اسناد دیجیتال این تالار خیلی جالبه. بخش انتهایی سالن هم متعلق به اسناد و نقاشی ها و عکس های متفاوتی از ایشونه. تو این بخش مجسمه های سیاستمداران و سرشناسان ایرانی و خارجی به صورت مینیاتوری وجود داره. بچه توی راهروهای این موزه اینقدر آثار قشنگ با ارزش وجود داره که آدم کاملا لذت میبره از بودن توی این موزه. اینجا کلاس درس دانشسرای عالیه که با هم میبینیم و عکس اساتید و دانشجوها هستش که روی دیوار قرار داره و کلاس میبینید چقدر میزای جالبی داره. میبینید بچه میزاش چقدر بزرگ و جالبن و همون عکسه که بهتون گفتم و واقعا توی این کلاس انگار داخل توی تاریخ هستی و این مجسمه‌های زیبا که هنرمندانه ساخته شده. و اینجا آثار بسیار زیبای آقای فتح‌الله عبادیه که میگن مجموع آثار فتح‌الله عبادی شعبه دوم موزه لوبر میتونیم در نظر بگیریم. اینقدر جذابه. و اینجا میتونید آثار بسیار زیبای خانم منیر شاهرودی فرماییان رو ببینید. خیلی کارشون جذابه به صورت آینه کاریه و انقدر زیبا و جالبه. قشنگ شیفته کارهای ایشون میشین. این موزه برای گرامی داشت و قدردانی از کارنامه درخشان خانم فرمان فرماییان در سال 1396 توی یکی از تالارهای امارت جنوبی شرقی باغ موزه نگارستان افتتاح شد. 51 اثر ارزنده از این هنرمند معاصر رو توی خودش جا داده. این موزه اولین موزه ایرانه که به نام یک هنرمند زن آراسته شده. چقدر قشنگه. اینا تابلوهای درد و دله. خیلی جالبه. من انقدر خوشم اومد از این تابلوها. خیلی جذابه. میبینید توی آثارشون خیلی شیشه کاری آینه کاری استفاده شده که میبینید دوباره اینم یه تابلوی درد و دل دیگه است. و این آینه کاری ها سبکه که ایشون وقتی به شیراز سفر کردن شاه چراغ رو دیدن از ایشون از شاه چراغ الهام گرفتن. اینجا رو میبینید این هجلس اسمش این آثارشون که اسامی افرادی مثل سهراب و فروغ و نیمایشوج و اینا رو طراحی شده. اینجا هم که آثار هندسی از کارهای ایشون رو داریم میبینید و آینه کاری شدن کارهاشون که چقدر زیبا و جذابه. دوباره اینجا یه سری آثار هندسی با آینه کاری خیلی جذاب و زیبا که من خیلی ارتباط باش برقرار کردم. بچه اینجا تالار صف سلام فتح‌علی‌شاه قاجاره که فرزندان فتح‌علی‌شاه در ردیف بالا
قرار دارن و ردیف پایینه هم مختص نواهای ایشونه که تا به شاه بزرگ سلام بدن. چقدر واقعا این تابلو زیباست و اینم یه سری ابزار قدیمیه و این عکسای بازسازیه و ساخته این تابلو، این قفلای قدیمیه. ببینید به چه شکلای قفلا بوده و اینا رو میبینید، این شاه قفل بالای وسطیه، چه قفلایی بوده و این یکی هم همه قفلای خیلی خیلی قدیمیه و اینا هم همون جزء قفلای قدیمیه و این هم تابلو زیبای صف سلام و اینم من با این تابلو زیبا که یه عکس گرفتم. بچه این موزه کمال ملک رفته بودم اجازه ندادن فیلم برداری کنم، بعد دیگه یه خانمه، همون خانمه که مسئولش بودم، پیشنهاد دادن که عکس بگیرم، بعد این تاریخچه‌شون رو روی عکس ها توضیح بدم و دیگه خیلی خوب شد دیگه. حالا عکس گرفتم براتون کاملا توضیح میدم. خیلی هم موزه جذابی بود، حتما پیشنهاد میکنم اینجا رو بیایید ببینید. خیلی بعد این فضای باغ خود موزه انقدر حس و حال خوبی داره، انقدر آرامش داره، آدم کلی کیف میکنه.